بچه هموطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 28 از ماه دسامبر. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت نیم خدمت شما هستم. همونطور که میدانید در باره مسائل مختلف صحبت میکنم. در ابتدای سخن ما یک غزل از حافظ به شما تقدیم میکنیم. اجازه فرمایید که از این قطع کوچک حافظ ارز کنم که مرحوم علامه غزنینی برای شما بخوانم. میگوید: من و انکار شراب این چه حکایت باشد، غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد. تا به قایت ره میخانه نمی دانستم، ورنه مستوری ما تا به چه قایت باشد. زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. این داستان دین یک نوع خودپرستی و خودبینی و منیت هم با خودش میاره. متاسفانه درست بازی برعکس بشه، یعنی درست برعکس عرض کنم مکتب تصوف که خضوع و خشوع رو در واقع پیشنهاد میکند و خود از میان برخواستن و خود رو ندیدن هست، این داستان دینی ها درست برعکس این هست. یعنی خود رو از دیگران برتر می دانند، دوچار یک خودبینی می شوند. این عجبی که حافظ اینجا اشاره کرده است راهبر به همون هست. مولانا بیت زیبا دارد که خود ثنا گفتن زمن ترک ثناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. یعنی من وقتی که ثنای تو رو میگویم به خدا میگوید، این نقض غرض هست به جهت اینکه من در اینجا ابراز وجود میکنم و اظهار میکنم که من هستم و دارم ثنای تو رو میگویم. و هستی خطاست، یعنی خود رو دیدن در مقابل عرض میکنم که عظمت خداوند امر اشتباهی است. آخوندها درست برعکس این هستن، یک کبری اینها دارن خاص خودشون هست. رفتارشون رو نگاه کنید، این حرکتشون با این عمامه و با این عبا و طرز سخنشون رو با مردم و اینها چنان است که گویی از دیگران بهتر هستن. یعنی این نماز نه تنها سبب خضوع نشده برای اینها، بلکه خودبینی اینها رو هم افزوده. بله، میگوید زاهد و عجب و نماز و من و هستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. زاهد در راه برندی نبرد معذور است، عشق کاری که موقوف هدایت باشد. من که شبها ره تقوا زدم با دف و چنگ، این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد. بنده پیر مغانم که ز جهلم برهان، پیر ما هرچه کند این عنایت باشد. دوش از این قصه نخفتم که رفیقی میگو، حافظ ار مست بود جای شکایت باشد. خدمتتون عرض کنم که بسیاری از دوستان پیغام میذارن و از حال و احوال جسمی ما میپرسن. من خدمتتون عرض کنم که من بسیار حالم خوب است، به خصوص که در این دالاس تگزاس تحت نظر دوست عزیز و بزرگوارم آقای دکتر زمانیان هستم. دکتر زمانیان شخصیت بزرگواری است، هم به لحاظ اخلاق هم به لحاظ طبابت رفیق شفیق است و طبیبی حاضر و در جامعه
ایرانیان دلاس به نام نیک مشهور هست. این است که ما تا کوچکترین مشکل هست زنگ میزنیم به آقای دکتر زمانیان و ایشون مشکل رو حل میکنن. این است که در واقع این وجوه مختلفی که داشت کار ما که جهاز آزمونه بود و عرصبت که موضوع کلیه و اینها همه چیز روبره و خوب هست. از محبت شما خیلی خیلی سپاسگزارم. عرض میکنم که با آقای شجره صحبت کردیم، یعنی من مطلع نبودم از این جریان. ایشون به بنده گفتن که آقا در ایران دو سریال ساختن، یکی به نام معمای شاه، یکی به نام شهرزاد، و شما اینا رو نگاه بکن و نقدی بر اینها در واقع بنویس یا بگو. من نگاه کردم، دیروز ما رفتیم ابتدا دنبال معمای شاه و تا به آخر این حدود یک ساعت بود تا ساعت 4 صبح بلکه 5 صبح ما مشغول این داستان بودیم و مقابله حرکات و بجناتی که این آقا نشان داده بود در فیلم با اصل تاریخ که کجاهاش رو دروغ گفته، کجاهاش رو غرض داشته، کجاهاش رو مرض داشته سازنده. معمولا وقتی که یک حکومتی بر کار می آمده این یک سنت دیرین بوده، چهره سیستم گذشته رو خراب می کنن. سهل است که آثار باقی مونده از روزگار گذشته رو هم خراب می کنن. شما نگاه کنید در کشور ایران بلی به 600 سال تاریخ اشکانیان ما داریم، هیچ نداریم. حتی استاد ما حکیم فردوسی میگوید من از اینها جز نامی نشنیدم. به چه دلیل؟ به دلیل اون که وقتی که ساسانیان آمدن این اونها رو کافر دانستن، گفتن که اینا یک سیستم یونانی بوده، غیر ایرانی بوده و از میان بردن آثار اشکانیان که آزادمنشترین حکومت ها بوده است در قبل از اسلام، اینا همه رو برانداختن و بعد کتاب دین آوردن و دین و دولت رو یکی کردن و عرض کنن که بگیر و ببند دینی شد و آدم های مثل خلخالی رو آوردن و کار رو عرض کنن که کشتار از این حرفا آسان اشکانیان از این بردن. همین عرض کنن که سیستم قاجارها چه مایه هنرهای بی نظیر جهانی که از روزگار صفویان باقی مونده بود و فزون بر 70 ساختمان میگویند بوده است، از آثارش که واقعا شاهکار بودند، اینا آمدند و زمانی در طول مدتی که اون زل سلطان بی عقل در اصفهان حاکم بود به فرمان ناصرالدین شاه اینها رو تخریب میکردن، زمیناشو میفروشن. شما فکرشو بکنید. و این حاجی سیاه میگوید رفتن پیش این زل سلطان، گفتم آقا در دنیا این آثار باستانیشون رو، این هنرهای ملی رو نگهداری میکنن، شما چه میکنید؟ جواب به خودم هم تحصیل ندارم. این پدرم به من مرتب میگوید اینجا رو خراب کن، اونجا رو خراب کن. این چند ساختمانی که بوده این دیگه مذهبی بودنشون باعث حفظشون شده. اگر که این مسجد شیخ لطف الله که واقعا شاهکاری از کاشیکاری و هنر صفوی، یا مسجد شاه بر جای مونده، و اگر که این میدان شاه بر جاست و آقای قاپو و چلستون و اینها دیگه نشده که خراب کنی اینها رو. حتی یک بار هم عرض کنم بیل و کلک فرستادن که همین آلی قاپور رو خراب بکنن و ساختمانش رو بفروشن. و یه آقا نورالله داشتیم، برادر آقا نجفی، آخوند معروف، این آمد و یه دیر فلسطات که خوابیرن توی پیاده روها که این خراب نکنه. مقصود این که این چنین بوده. حالا این آخوندها آمدن عرض می شود که با این سیستمی که بر جایی گذاشتن و این جنایاتی که در تاریخ انسان بوده و این رذالت و پستی که ملازم کنید و اون چه فرومایه در مملکت بوده را آوردن و صاحب مشاغل کردن، بر مردم حاکم کردن، هر چه انسان‌های شایسته بوده یا فراری خارجه یا بیکار بوده منزل نشسته،
حالا تازه پرداختن به رژیم سابق و درست پیداست از ابتدای کار که مقصود خراب کردنه، یعنی مقصود بیان حقیقت و بررسی تاریخ که نیست. از ابتدای کار معلوم می شود که عرض کنم که مقصود اینها چیست و یکی نیست به اینها بگوید آقا این رژیم گذشته عیب و عوار داشت اما با شما قابل قیاس نبود. واقعا یکی بیاید به احوال شما رسیدگی بکند آقا این کارهایی که شما کردید هیچ جنایتکاری در تاریخ نکردید، رژیمی به این درجه از رذالت در این مملکت حکم نرانده، حالا آمدن و تجدید شاه درست کردن که مثلا شاه رو خراب کنن، رضا شاه رو با واپور نشان میدن و اینها. من اینها رو خوب نگاه کردم و عرض کنم که از دقیقه 8 و زوائدش دیگه وقت ما رو میگرفت، از دقیقه 17 تا دقیقه 31 رو اگر بتوانید در اتاق فرمان بشود سپهر، چون ما داریم با اسکایپ میاییم و ممکن است که نشود این کار و ما باز گفتن که ممکن است که میسر شود، اگر بشود انشالله تعالی زیر سایه حضرت امام غایب ما این داستان رو برای شما تحلیل میکنیم که این شخصیت ها که بودن و فروغی که بوده، فرام که بوده، اینا که بودن و محصول اینا که بوده و کجای داستان رو تحریف کردن و در واقع خباست نشان دادن برای تخریب شخصیت ها. من نمیدونم الان مؤثر هست نشان دادن اینها، اگر نشان بدهن من نمیتوانم ببینم، اما از اون چه به خاطر دارم که در این قطعات دیدم این است که نشان بدهیم و بعد هم می رویم سراغ قطعات بعدی، یعنی شماره 1 شروع رو بررسی کردیم، شماره 2، 3 و 4 همینطور تحلیل بکنیم و بعد می رویم سراغ شهرزاد که مربوط است به داستان دکتر مصدق. خب با درود مجدد همتنان گرامی در وقت این شاخه هنری سینمای آخوندی رو ما دیدیم، در واقع عرض کردم از روزی که اینا اومدن تا به امروز یک چیز هنری قابل ملاحظه در هیچ زمینه‌ای تولید نشده که آدم میگه آقا حاصل این انقلاب این بوده به لحاظ اقتصادی، حاصل این انقلاب اینها بوده به لحاظ هنری، حاصل این انقلاب اینها بوده است به لحاظ کشاورزی، حاصل این انقلاب این بوده است در باب عزت و آبرو و حیثیت ملت ایران در جهان. خب دیگه گفت که همه چیزش به همه چیز شبیه هست. این فیلم به لحاظ تاریخی ظاهراً از اون جاییست که دوره دوم نخست وزیری مرحوم فروغی به پایان رسیده و مورد غضب رضا شاه واقع شده و دوران بازنشستگی رو طی میکنه. فروغی یکی از بزرگترین رجال سیاسی و ادبی ایران بوده است در مقطع بعد از مشروطه. فروغی مردی بود تحصیل کرده، مردی بود ادیب، فاضل و سیاستمداری بود تراز اول. اولین نخست وزیر پادشاهی رضا شاه فروغی بوده، اولین نخست وزیر پادشاه محمد رضا شاه فروغی بوده. در واقع فروغی دو دوره در مجلس ملی بود و جوانترین رئیس مجلسی که ما داشتیم تا اون مقطع فروغی بود و در واقع در کابینه هایی که تشکیل داد رضا شاه در روزگاری که نخست وزیر بود فروغی در واقع مناصب وزارت داشت تا از شبت که رضا شاه به پادشاهی میرسه و فروغی نخست وزیر او میشود.
دو دوره نخست وزیر می شود، در واقع دوره دوم هست که یک واقعه‌ای حادث می شود در مشهد در موضوع تغییر لباس، و یک آخوندی به نام بهلول می رود در مسجد و خلاصه فتنه‌ای آغاز می شود. در اون روزگار سرلشکر مطبوعی در مشهد فرمانده نظامی بود و در اونجا خلاصه تیراندازی شد و پشت و پشتار شد در صحنه همین سامن الهمه صحنه مسجد، و محمد ولی اسدی که در واقع تولیت آستان رو داشت متهم شد به سستی، چون اون روز نبود و چند نفر فرستادن و اتفاقا آدم های بیسوادی بودن، کسی که رفتن اون رو محاکمه بکنن و محکوم به اعدام شد. پسر این آقای اسدی داماد فروغی بود. فروغی که در موضوع سردار اسعد و دیگران هیچ گونه شفاعتی از کسی نکرده بود و با اتکای به این که بی اندازه مورد احترام رضا شاه بود، در واقع شفاعت کرد که این قوم خویش او کشته نشود و اعدام نشود، اما رضا شاه نپذیرفت و فروغی رو از کار برکنار کرد. این که دیدید که بیرون آمده و سوار اون اتومبیل شده و رفته، و بعد یک دیالوگی از بین اینها فروغی میگوید روزگار ادب فروغی آغاز شده. این روزگار بعد از دوره دوم نخست وزیری مرحوم فروغی است. عرض میکنم که در روزگار رضا شاه مرحوم فروغی بعد کارهای بسیار کرد. یکی از ماموریت‌هایی که انجام داد رفتن به فرانسه بود با مشاور ممالک و ادا اگر اشتباه نکنم در موضوع در واقع کنفرانس صلح، که البته ایرانی ها رو راه ندادن علارم اون چه گفته بودن که داستان مفصلی است. و بعد روزگار جنگ دوم هست و این که به ایران حمله شد و دوباره رضا شاه فروغی رو خواست و از او خواست با متفقین در واقع صحبت بکند. مطلب خیلی مفصل است در این باب و در واقع رضا شاه نسبت به تعدادی از افسران ارتش خشمگین شد و نسبت به سرلشکر نخجوانی، نخجوانی ها دوتا بودن، خشونت نشان داد و این فروغی را آزرده کرد. و مشهور است که تغییر عقیده داشت، یعنی ابتدا فکر میکرد که واسه رضا شاه بماند در کشور، اما بعد تغییر عقیده داد و با انگلیس ها صحبت کرد چنین و چنان و ماموریتش انجام داد. در واقع رضا شاه هم از مملکت رفت و در واقع فروغی در نقل و انتقال و بر تخت نشاندن محمد رضا شاه نقش اساسی داشت. بنابراین یک مهره بسیار بسیار مهم بود. کارهای ادبی فروغی هم بسیار مشهور هست. مردی بود فاضل، مردی بود ادیب. دیوان سعدی تأثیر فروغی هنوز بسیار مهم هست، منتخبی از شاهنامه. کار تاریخ ادبیش هم هست و تاریخ فلسفه در واقع کار فروغی است که هنوز هم بهتر از اون پیدا نشده. یعنی کاری که روی فلسفه کرده، تاریخ فلسفه اروپا رو بررسی کرده، هنوز هم در ایران خریدار داره و به زبان بسیار بسیار ساده و زیبایی نوشته شده است و همونطور که اثرا بهتر از اون هنوز نیامده. و خود اون رو هم شاگرد ارسطو میگفتن، یک درجه دکترای فلسفه هم دانشگاه برلین برای مرحوم فروغی فرستاد، که البته این مرد هیچ نگاهی به این داستان نداشت که حالا خودش دکتر بگوید این سو و اون سو. باری آقای فروغی رو نشان میدهد که اول داستان یک آقایی رو نشان میدهند که این با سوار یک گاری هست با یک مش نمیدونم کاه هست و اینا یا هرچه هست میاد و
وارد جایی می شود که گداخانه است و یک خانونی که رئیس گداها هست، گداها رو به محلهای مختلف تهران میفرسته که دیدید که بسیار هم بی‌نمک و خنک تهیه شده. و بعد این آقا وارد میشه، میخواد بره تهران. این آقا رو سمبل آدم هایی نشان داده که مورد غضب رضا شاه واقع می شدن و مثلا تبعید می شدن. این آقا هم مرتب می گوید رضا شستی رو، اون القابی که رضا شاه در روزگار قزاقه داشته، مرتب بر زمان میاره، یعنی که من دوست او بودم و او رو خوب می شناسم، حالا که اون شاه شده ما رو تبعید کرده و حالا من برگشتم که بیان تهران، تراخم داره چشمان برمها معالجه بکنم. که بعد دیدید که با چه خشونتی این آقا رو گرفتن بردن اونجا، اذیت کردن و چنین و چنان که ملاحظه کردین. این در واقع شخصیت خاصی نبود، این آقا رو به عنوان سمبل آدم هایی بود که به قول سازنده این سریال مورد خشم رضا شاه واقع می شدن، یعنی رفقای قدیمش رو همه رو آزار می داد. خلاصه این مقصود این هست. در گفتگوی فروغی با اون مرد چشم بزش، اونجا صحبت از عرض کنم که کشف حجاب شده و فروغی میگوید که کار انگلیس ها بود، انگلیس ها میخواستن، در حالی که ما میدانیم نه انگلیس ها کاری به کشف حجاب داشتن در این موضوع دخالتی داشتن. این نظر خود رضا شاه بود که آقا این عقب افتادگی و این چادر به سر کردن این واسی که بر کنار برود. و در واقع رضا شاه ضمن این که مدرسه نرفته بود و سوادی نداشت، اما در واقع دوستدار مدرنیته بود و در این مدت سلطنت رضا شاه چهره ایران عوض شد. ما یک دانشمند بزرگ داریم هلندی به نام آرتور کریستنسن. کریستنسن چند بار به ایران آمده، یکیش در فاصله 15 سالی بوده است که دوران حکومت رضا شاه بوده. میگوید من برگشتم چهره ایران رو نمیشناختم، یعنی تا اونجایی که به ساختن راه ها و از کنم ساختمان های جدید، تغییر شکل تهران از فرم قدیم به فرم جدید و ساختن راه ها و غیره و اینها، چهره مملکت به کل عوض شده بود و رضا شاه به درستی ارتجاع سیاه آخوندی رو میشناخت و دست اینها رو کوتاه کرد و این کینه که با رضا شاه دارن بر سر آن است. و اون داستان خیلی مشهور رو من خدمتتون عرض کردم که وقتی همین داستان کشف حجاب شد، که کار بسیار بسیار مهمی بود این داستان کشف حجاب و واقعا جرأت میخواست این انجام کار با توجه به نفوذ آخوندها بود، 1400 سال نقاب اسلامی و اینها، رضا شاه این عمل رو در واقع به انجام رساند و یک واقعه در قم راه داد و اون این که اتفاق افتاد و اون این که همسر ایشون و دختر ایشون رفتن در مسجد، اون آخوندی که گل منبر بود گفت تا اینها رو بیرون نکنین از اینجا من روزم رو نمیخونم. به رضا شاه خبر دادن، شخصا آمد دستور داد به رئیس شهرخانی که آخوند رو دستگیر کنید و نگه دارید تا من بیا. و وقتی وارد شد این آقای رئیس شهرخانی منتظر بود، احترام گذاشته اینا، گفت کوین آخوند رد نیزن آخوند گریخته. خلاصه یک کتکی هم این آقای رئیس شهرخانی گویا خوردست و اینا، این آخوند رو گرفتن آوردن و اونجا شخصا رضا شاه اون رو میزنه، اون آخوند رو. بعد از این ماجرا آخوندها به طور کل خفه شدن و نرفتن از کار دخالت. یکی از اینها میگویند که شغل دولتی گرفته بود، مشهور هستین و لباس جدید پوشیده بود و اون کلاه مخصوص سرش گذاشته بود و رضا شاه از مقابلش رد شد. پرسید آخوند کجاست اون عمامه و عبا؟ و قربان یه فرمانش دستور اعلیحضرت بود و ما هم کنار گذاشتیم. دیگه گفت نه کنار نذاشتی آخوند،
اونا رو قایم کردی، قایم کردی که یه روزی من از این مملکت برم دوباره بزنی بزنی به تنت و عمامت هم بزنی و مردم رو بفریبی. خلاصه آخونشناس خوبی بود، اینا رو به خوبی میشناخت و به شدت دوستدار پیشرفت ایران بود، به وجهی که او میدانست، یعنی گمان ایشان این بود که این مجلس و این قانون و اینها خیلی کن هست و کار جلو نمیره و بایستی با مشت پولادین کارها رو انجام داد. این شیوه کارش بود، اما آخوندها رو به درستی ارزیابی کرده بود و در روزگار عرض میکنم که حکومت رضا شاه تعداد مساجد رو یک چیزی حدود 1500 مسجد بررسی کردن، اگر من اشتباه نکنم در کتاب ها هست. اما وقتی که رضا شاه میرفت عرض کردم در یک همین چین حدودی بود، بعد از که محمد رضا شاه به امریکت رو میرفت گویا به 35,000 هم رسیده بود. بمانم مقصود این که نفوذ آخوندها رو در دولت بالکل قطع کرده بود. من این داستان کشف حجاب که از زبان فروغی میگویند و هم به دروغیست و جعل کرده اون فیلم نام نویس، به انگلیس ها رفتی نداشت. رضا شاه را انگلیس ها کمک کردن و آوردن، اما این گونه نبود که هر روز صبح به صبح رضا شاه زنگ بزنه به سفارت انگلیس و دستور بگیره. سهل است که بعد از مدتی عرض میکنم به انگلیس ها فشار زیاد وارد آورد در مورد نفت. عرض کنم که خواستار پرداخت ها شد و انگلیس ها بهانه داشتن که آقا این کشتی های آلمانی برن ما رو غرق میکنن، ما نمیتوانیم ببریم اینا. رضا شاه حرفش این بود که نفت ما اینجا هست، شما نفت خریده اید و باید ما پرداخت کنیم، و مناسبات خودش رو با آلمان گذاشته بود که این باعث عصبانیت انگلیس ها شده بود و در واقع یک کینه به دل گرفته بودن. گرچه در موضوع دارسی خیلی کوتاه آمدشون و علی‌رغم پرتاب کردن اون یک چیزی در بخاری این قرارداد دارسی رو تمدید کرد متاسفانه به قلم تغییرزاده، اما اونچنان نبود که این آقا میگوید که حالا انگلیس ها گفتن که کشف حجاب کنید، داداشم کشف حجاب کرده. و بعد جواب اون آقا خیلی مسخره است، میگوید در کشور حسینی نمیدونم، حالا عبارتش یادم نیست، نمیشود چنین کرد، این حضرت حسین نمیدونم چی چیز کربلا این مملکت رو نگهداری کرده که این مزخرف لاطائل از زبان هیچ آدم درست حسابی در روزگار قدیم صادر نمیشد. طبقات پایین ایران ممکن بود که چنین اظهاراتی بکنن، اما طبقات تحصیل کرده، آدم های روشنفکر، آدم های درست حسابی، کسانی که در واقع داستان ها رو می دانستن و تاریخ رو می شناختن، اینا هرگز نمیاد و می گوید که بله این کشور حسینی آشورایی نمی دونن همچی چیزی رو نمی پذیرفت و اینا. اینا جهل هاییست که این آقای نویسنده آدم سطحی بوده واقعا. در دهان اون آقای چشم‌پزشک گذاشته که به فروغی میگوید. یک طعنه هم اونجا باز هست که میگوید پسر شما که هم کلاس محمد رضا شاه بود، پسر شما درسش رو تمام کرد، 2 سال بیشتر ماند. یعنی چی؟ یعنی که محمد رضا شاه درسش رو تمام نکرد و 2 سال کمتر از پسر اون آقای چیز در اون مدرسه بود، حالا هر جا بود، در سوئیس بود. اینا این مطلب راجب فروغی و این آقای چشم‌پزشک. و بعد میرسیم سر موضوع ازدواج با فوزیه. رضا شاه میخواست در واقع مناسبات خوب با یک کشور مهم در خاورمیانه داشته باشه و این داستان ازدواج با
فرانسیس فوزیه پیش آمد که البته بدترجام بود، به جایی نرسید، به طلاق بشید. برسه مطمئن گرامی، یکی دیگر از بخش های این سریال که منتهای رضالت این آقای رو نشون میده، داستان وافور در دست رضا شاه. شما تجسم بفرمایید که در کاخ رضا شاه میخواد یکی از رجال دربار رو صدا بکنه و یک امریه ای صادر کنه و وافورش هم به دستشه. این دیگه منتهای درجه پستی بود که این آقایون از خودشون نشون دادن. معمولا مشهور است که شخصیت های مشهور و بزرگ رو از کارهای خوبی که کردن میشناسن. این داستان خیلی غیر متنبه بود که شما شاید انکت نشون بدید که حالا وافورش بستش از توی کاخ میدید. خودشون سرباز بود که سحر از خواب پا میشد و میدونم جنده سحر میره پادگاناشو بررسی میکرد و وقت رو در واقع تا زمان رضا شاه شناخته نبود. یک روز ساعت 7 شیش و نیم 7 میره به اداره دادگستری، میاد سر ساعت 7 درها رو ببندید. و یه عکسی از رضا شاه هست که در قطار اونجا محمد رضا شاه کنار دستش هست داره به ساعت نگاه میکنه. این یک عکس تاریخی فوق‌العاده است، برای اینکه ما اصولا وقت رو نمیشناختیم و نمیشین هنوز هم درست نمیشناسیم. وقتی میگه ایشالله شما رو ببینیم، یعنی که من قول نمیدم ساعت 5 ایشالله، حالا ایشالله شد ساعت 5:30، ایشالله شد ساعت 7:30. این است که این وقت شناسی رو چون سرباز بود براش خیلی اهمیت داشت، یاد داده بود که سر موقع برم سر ادارات کارشون انجام بدن و برگردن. حالا این داستان تریاک کشیدن رضا شاه عرض کنم که تو خیلی جاها آمده، از زبان محمد رضا شاه آمده، تو پای کشتی در چیز آمده، آقای نمیدونم بلوخر سفیر کبیر چیز در اونجا نوشته، خیلی کسا نوشتن. اما این که شما در یک فیلمی بخواد از زندگی مرد بسازید و در دربار با وافور به دستش بگرد که فلان، این منتهای پرومایگی بوده و خیلی 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 کار زشتی بود، خیلی تو ذوق میزد که حالا سرواز بلند قامت اونطوری با خودم دستش بدی در زوج سلطنتش اینا، این دیگه خیلی 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 فرپستی بود به نظر من. حالا در چیز خصوصی شد کار میکرد از آشا به این صحنه مربوط نمیشه مطلقا. این داستان عروسی فوزیه هم داستان خودش رو داره و بعد از ازدواج آمدن به اینجا نشون میداد که حالا محمد رضا شاه یک جوان آمده با فرانسیس فوزیه وارد کاخ شدن و سوال میکنه رضا شاه که خب مرس چطور بود. محمد رضا شاه میگوید که باید چی بگویم که این پران به من خیلی دوستی کرد، این آقای پران فلان کرد. به قدری ناشیانه و به قدری مفتزهانه این داستان درست شده که یه فیلمساز 10 ساله که تنوز دوربه به دستش نخورده اینطور کار نمی کنه. دوباره رضا شاه سوال می کنه خب فلان مطلب چی بود؟ میگوید که پران فلان. حالا داره خباست رو، مایه های خباست بعدی رو داره اینجا می کاره که بعد چیزهای دیگر در واقع پران بسازد و با محمد رضا شاه نسبت بدهد. این هست که مرتب رضا شاه هر سوالی میکنه ایشون برمیگرده که این پران چنین بود، این پران چنان بود. و بعد هم موضوعات مهم اصلا به منو نمیاد و بعد میگه اجازه میدی پران بیاد. بعد رضا شاه نشون میده که اینجوری نوبل بینه، یعنی خیلی خیلی دیالوگ فرومایه ای بود این داستان ساختن
در باب فرعون در آخرین لحظه که بعد گذاشتن از اتاق رفته بیرون تو صحنه بعدی هم فرعون میاد. در باب پرنسس فوزیه هست کنم که این ازدواج به جایی نمیرسید و نرسید و بعد فوزیه قهر کرد به عنوان مرخصی رفت و محمد رضا شاه هم اصرار میورزید که برگرده و بر نگشت تا اینکه مجبور شد دکتر قاسم غنی رو خیلی بهش احترام داشت. قاسم غنی هم یکی از فضلای خیلی مهم مملکت ما بود که با اینکه پزشک بود هرگز کار پزشکی نکرد و در امر تصحیح حافظ با مرحوم علامه قزوینی کمک کرد. امروز می‌گوییم غنی قزوینی مسعود دکتر قاسم غنی است و نامه‌ای نوشت به همون فاروق که ایشان حامل نامه از جانب من وکالت دارد که هر گونه که صلاح بداند در باب بازگشت شاهزاده فوزیه به ایران عمل بکند که سرانجام نشد و کار به طلاق کشید. چون صحبت از پرون رفت اشاره میکنم به داستان این پرون که این پرون یک آدمی بود که پدرش در اون مدرسه که محمد رضا شاه درس میخوان باغبانی میکرد، جارو میکرد، میدونم صحن حیات رو آپاشی میکرد چنین و چنان، و گویا یک روز فرغونی به دستش بوده و مقدار شاخهای درخت اینا بریده بوده. یکی از این بچه های همکلاسی یا بالاتر یا پایینتر لگد میزنه و این فرغون رو پشت رو میکنه. محمد رضا شاه که جوانی بوده آمده و کتککاری میکنه اون که لگد زده و این سبب دوستی بین پرون میشه و محمد رضا شاه. پرون اهل رمان بوده، اهل شعر بوده، خودش شعر میگفته و همه رمان های اروپایی رو به خوبی میدانسته و آدم تحصیل کرده بوده که حالا بعدها فردوس تو خاطراتش مینویسه که چگونه است که فرزند یک رفتگر این همه مایه داشته باشه از نظر تاریخ اروپا و ادبیات اروپا و نویسندگی بکنه و شعر بکنه و این از جاسوس انگلیسا باید بوده باشد که این رو مخصوصا آوردن اونجا که با محمد رضا شاه دوستی بکنه. این آقای پرون در اونجا دوست شد با محمد رضا شاه و بعد هم به ایران آمد و یک چهره مرموزی از خود ارائه کرده بود در دربار و فوزیه به این داستان اشاره کرده که این می آمد به کارهای خصوصی دخالت می کرد. سریا، ملکه سریا در خاطراتش می گوید این پرون به اتاق شاه می رفت و بعد به اتاق من باید می آمد، یک روز آمد از روابط زناشویی من با شاه صحبت کرد و من به تندی به او گفتم گویا شما فراموش کردید با چه شخصیتی صحبت میکنید. گفت پرون رفت از اتاق بیرون اما از فتنه دست بر نداشته بود و هنوز هم دانسته نیست که نقش این پرون در دربار چه بوده، اما اون چه مسلم است آن است که رضا شاه از این پرون بیزار بود. گفته بود من هر کجا این رو ببینم با چوب این رو خوردش میکنم و اون هم گفته بود که من یه کاری بکنم از یک کیلومتری رضا شاه نزدیکتر نشوم از ترس رضا شاه. و داستان ها زیاد گفتن، بسیارش دروغ و شایعه است، مقدار شمسه حد داره. از اینکه در دربار بوده و مورد اعتماد شاه بوده این شکی درش نیست. و به سال 1962 این پرون مرد و ما چیز دیگری در واقع اون نمیدانیم در واقع. ولی در این فیلم نویسنده پیداست میخواهد داستانها بسازد و از اینکه شاه از سفر نرسیده مرتب پرون پرون میکند پیداست که اینها اینو دستمایه یک سفاهتی میخواهند بکنند برای آینده، یعنی برای
سری های بعد، این شماره یکیش من ندیدم، دو و سه و اینا رو ندیدم، فقط من شماره یک رو دیدم. بله، گفتن که ما 7 دقیقه بیشتر وقت نداریم، باری حوزی طلاق گرفت و رفت، پران هم مرد و ما بخواییم فیلم بسازیم که داره ارزشی باشه بایستی بدون تعصب مراجعه کنیم به تاریخ هایی که هست، با اسنادی که هست، نه ای که از خودمان بسازیم و ببندیم به تاریخ. میگوید که ما 7 دقیقه بیشتر وقت نداریم، اجازه بدید که تو این 7 دقیقه نمیرسیم که بخش دوم رو نشون بدیم، چون بخش دوم از دقیقه 31 هست تا 40 و وقت نیست. فقط خدمت شما عرض میکنم که وقتی ما بر روی هم نگاه میکنیم به این سریال، سریالی که آقایون ساختن، در میابیم که با سوء نظر و با سوء قصد ساخته شده و درش دروغ وارد شده و به لحاظ فیلمسازی هم مایه‌ای نداره که بالا بگوییم که فلان بخشش درخشان یا نه. نه، اینا از روی خباثت ذات برای تخریب رژیم گذشته و شخصیت رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه در واقع دست یازیدن به این کار، حتما برای تخریب دکتر مصدق و جنبش ملی هم دست یازیدن به ساختن اون یکی که عرض کنم که اسمش هست شهرزاد، که اون رو ما هم باید ببینیم و نگاه کنیم و بر خدمت شما و اونی که هم بررسی بکنیم. یکی از شخصیت هایی که اشاره هم بهش میشه فردوسه. فردوس یک آدمی بود از طبقه بسیار پایین جامعه، اما اتفاق چنان افتاد که در مدرسه نظامی با محمد رضا شاه هم کلاس شد و این رفاقت ادامه پیدا کرد و به مقام های بالا رسید، اما هرگز میگوین این عقده های دوران کودکی رو فراموش نکرده بود و در واقع آدم خائنی بود. یعنی حالا محمد رضا شاه در کار پادشاهی شد، در کار حکومت هر کار کرد، به رفاقت این دو مربوط نمیشد. این نمی بایستی اینقدر بیوفایی میکرد و انقدر دروغ میگفت و انقدر از کنم حرفای بد میزد. و اون آمده در داستان پرون چیزها از خودش ساخته و به تاریخ آویخته. این آقای محترم تیمسار که درجه خیلی بالایی هم داشت و مورد اعتماد ترین بود به محمد رضا شاه، در واقع بیشتر اعتماد به این آدم داشت و در یک مصاحبه‌ای که یک خبرنگار انگلیسی کرد با محمد رضا شاه، خیلی متأثر شد شاه از این داستان و گفت این به قدر کافی کلام در اختیار من نیست که این قضیه رو توضیح بدم، این یک آدمی شاید در حد شکسپیر بتواند این داستان رو توضیح بدهد. یعنی تا اینقدر درد به دل بود از داستان فردوس و مطالب و مسائلی که گفت. فردوس بعد از انقلاب پنهان شد، در واقع پنهان شدنش به نظر من تقلبی بود. آخوندها گفته بودن برو یه جایی، بعد هم که پیدا شد یه مدتی هم در زندان بود و مرد و بسیار از حقایق هم با خودش به خاک بود. این بخش در واقع اون چه خدمت شما عرض کردم در واقع از دقیقه 17 هم تا دقیقه 31 هم بود از بخش اول این سریال به نام معمای شاه در و
بخش بعدی بخواییم در باب این صحبت کنیم که صحبت خواهیم کرد از دقیقه 31 تا دقیقه 40 رو من بررسی کردم و تعدادی یادداشت برداشتم که در باب این صحبت میکنیم. اون یکی را هم حتما من نگاه خواهم کرد، شهزاد، ببینیم که در باب دکتر مصدق چه گروه ها به هم باختن. بچه های ایران بایستی بدانن که از سیستم آخوندی و این سیستم استبدادی هرگز حقیقتی نخواهند شنید. اون چه میگویند از بام تا شام دروغ است. تاریخ مملکت رو عوض کردن، اصلا تاریخ مملکت رو پاک کردن. چیزی از تاریخ ایران زمین توی کتابا نمیبینید، چیزی از بزرگان ایران نمیبینید، شما چیزی از قهرمانی های ایران زمین نمیبینید، چیزی از فرض کنید که شخصیت های مثل ابو مسلم و یعقوب و تمام کسانی که در راه استقلال مملکت کار کردن نمیبینید. اگر آخوند بوده در یک گوشه خمس و زکات میگرفته، چرا نامش هست؟ از این همه آدم هایی که مثلا در زندان ها بودن، رفسنجانی هست و خامنه ای هست و دو سه نفر آخوند در تمام این دوره ها که مبارزات بود، خوب یا بد، اینا همه چیز رو به خودشون در واقع مصادره میکنن و به خودشون میبندن. این است که بچه ها ایران بدانند که از دستگاه هایی که به رژیم مربوط هست و دولت اسلامی رو نمایندگی میکنه، هیچ حقیقتی در اینها نیست و هیچ مقصود درستی و یک اندیشه سازنده در اینها نیست و جز دروغ در اینها چیزی پیدا نتوان کرد. فکر کنم وقت ما در اینجا هموطنان گرامی به پایان رسید. با سپاس از سپهر تا برنامه دیگر، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.